سلام، من افشه وسوخ هستم، برنامه تک سوی کانال آنلاین با هم تیوی. بریم سراغ خبرهای جدید کامپیوتر و تکنولوژی امروز. اولین خبر در مورد اینستاگرام هست. اینستاگرام فیچری اضافه کرده به اسم سنسیتیو کانتنت کنترل که از طریق این میتونیم کانتنت یعنی ویدیوها و عکس هایی رو که در اکسپلورر اینستاگرام میبینیم حساسیتش رو برای خودمون تعریف بکنیم. اگر عکس هایی هست که دوست نداریم از نظر فیزیکی یا جنسی دیده بشه، میتونیم با این فیچر کنترل بکنیم که کمتر ببینیم یا اصلا نبینیم. اگر بریم روی ستینگ اکانت خودمون و بعد اکانت، آپشنی اضافه شده به اسم سنسیتیو کانتنت کنترل و سه تا آپشن داره یا سه تا لول داره که میتونیم انتخاب بکنیم اصلا نبینیم، کاملا ببینیم یا محدود باشه. گفته میشه که فیچر اولش یا همون الان برای افراد زیر 18 سال اکتیو یا فعال نیست. خبر دومون در مورد نتفلیکس هست. همونطور که می‌دونیم نتفلیکس وبسایتی هست یا کمپانی هست که از طریق اون می‌تونیم فیلم و سریال‌های تلویزیونی تماشا بکنیم. جدیداً گیم اضافه کرده به سرویس‌های خودش و از طریق تبلت و دیوایس‌های کوچیک مثل موبایل یا گوشی‌های سلفون می‌تونیم گیم بازی بکنیم و این فیچر به طور رایگان برای کسانی که اعضای نتفلیکس هستن و با نتفلیکس ممبرشیپ دارن اضافه شده بدون اینکه هزینه اضافه‌ای پرداخت بکنن. خبر بعدیمون در مورد GDC یا Game Developer Conference هست. این کنفرانس هر ساله در سان فرانسیسکو برگزار میشه. پارسال به دلیل وجود کووید این کنفرانس به صورت ویرچوال یا مجازی برگزار شد، ولی گفته میشه که امسال در سان فرانسیسکو به صورت حضوری خواهیم داشت. خبر بعد در مورد بیت کوین هست. بیت کوین بعد از مدت‌ها به کمترین قیمت خودش رسید و قیمتش به زیر 30000 دلار سقوط کرد. همونطور که می‌دونید ارز دیجیتال بیت کوین گران‌ترین ارز دیجیتال هست که در ماه می به بالاترین قیمت خودش و قیمت حدود بین 30000 دلار تا 40000 دلار رسیده بود، اما اومد پایین. قیمت از زمانی سقوط کرد که بانک‌های چین کلیه ترانزکشن‌ها و معاملات بانکی رو با این ارز دیجیتال کاملاً متوقف کردند. گفته میشه که ارز دیجیتال بیت کوین تا 22000 دلار هم پایین خواهد اومد. خبر بعدی در مورد ریپورتی هست که هر سال در پایان ماه 6 گزارش داده میشه. امسال همونطور که در گزارش یا ریپورت میبینین در سال 2021 میزان استفاده کنندگان یا کاربران اندروید و iOS تقریبا مساوی شده. در سالهای قبل معمولا اندروید بیشتر بود، به طوری که در 2017 در پایان ماه 2017 70% کاربران تقریبا اندروید استفاده میکردن و این به مرور کم شد تا امسال تقریبا نصف شده و این به این معنی هست که کاربران در واقع اندروید و iOS که دوتا آپریتینگ سیستم مختلف هستن به طور نصف نصف دارن از این دیوایس ها استفاده میکنن و یا اینکه کسانی که اندروید داشتن دارن آیفون میخرن یا اینکه آیفونی ها یا iOSی ها به سیستم خودشون وفادار موندن. و خبر آخرمون در مورد 912 تا ایموجی هست که گوگل اینها رو درست کرده و اصلاح کرده و به زودی و با نسخه 12 اندروید به بازار میاد. هدف از اصلاح این ایموجی ها این بوده که کاربران تصویر بهتر و حس بهتری نسبت به اینها بگیرن و کلمه جسورانه استفاده شده در اصلاح این ایموجی ها به طور که تصاویر واضح‌تر و حساس‌تر باشه. گفته میشه که تصاویر ماشین ها و انواع اتومبیل ها به طور چشمگیر عوض شده که برای استفاده کنندگان جالب خواهد بود. این خبرهای جدیدی بود که امروز براتون آماده کرده بودم. دوستان عزیز میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما کامنت بکنین یا DM بفرستین. و همطور که میدونین همیشه میتونین از مشاوره رایگان ما برای سوشال میدیای خودتون، وبسایت خودتون و آنلاین مارکتینگ استفاده بکنین. به شماره‌های زیر زنگ بزنید و ما در خدمتتون هستیم. پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.